تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود. ایران در مبارزه با کرونا بعضی از دشوارترین سالهای اخیر خود را می‌گذراند. این گفته شماری از مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی و اروپایی است که از دولت آمریکا خواستند راه را برای کمک به تهران باز کند. مرز تحریم دولت‌ها و کمک به ملت‌ها کجاست؟ این را از کسی می‌پرسم که زمانی طراح تحریم‌ها علیه ایران بود، اما حالا خواهان کاهش تحریم‌هاست. و چرا گروهی از مخالفان حکومت از نهادهای بین‌المللی خواستند به دولت ایران وام ندهند؟ این را از یکی از امضا کنندگان نامه به صندوق بین‌المللی پول می‌پرسم. اما پیش از آن به جایی می‌رویم که کرونا اولین رهبر جهان را بستری کرد. خبرنگارمان از آخرین وضعیت نخست وزیر بریتانیا خواهد گفت. در ادامه برنامه آبی که میتوانست از سر نگذرد، وزیر بهداشت ایران میگوید همه چیز را نمیتواند بگوید. اما بعضی از دوستان توصیه داشتند که اعلام این قبل از انتخابات درست نیست، ولی بنده همواره اعتقادم به این است که درست‌ترین کار صداقت و راستگویی به مردمه که ما این سرمایه بزرگ اجتماعی را از دست ندیم. سرشماری سراسری آمریکا، ایرانی بنویس ایرانی. و گروهی که کرونا خودشان را از هم دور کرده اما سازهایشان را نه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. جهان در حالی با ویروس کرونا می جنگد که این ویروس مرموز دیشب بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را راهی بخش مراقبت‌های ویژه کرد. آقای جانسون هم مانند بسیاری از رهبران جهان خطر کرونا را به موقع جدی نگرفت و حالا بیماریش می تواند منجر به بحرانی در رهبری بریتانیا شود. در حال حاضر دومینیک راب وزیر خارجه به نیابت از او مسئول تصمیم گیری است، اما سوال‌های زیادی درباره آینده بریتانیا در صورت طولانی شدن بیماری بوریس جانسون مطرح است. آناهیتا شمس خبرنگار ما از مقابل بیمارستانی که نخست وزیر بریتانیا در آن بستری است به ما پیوسته. آناهیتا، از آخرین وضعیت آقای جانسون چی می‌دونی؟ رنا، واقعیت اینه که جزئیات خیلی زیادی نمیدونیم، ولی میدونیم که از دیشب که آقای بوریس جانسون به بخش مراقبت‌های ویژه در این بیمارستان منتقل شده، از دستگاه‌های کمک تنفسی برای گرفتن اکسیژن استفاده کرده، نه از دستگاه‌های تنفس مصنوعی، تنها از دستگاه‌های کمک تنفسی استفاده کرده و گفته شده که روحیه بسیار خوبی هم داره آقای بوریس جانسون. درصد ایشون 55 سالشونه و تقریبا حدود 10 روز پیش علائم بیماری ویروس کرونا رو نشون داد و خودش رو در خونه قرنطینه کرد و از راه دور کار دولت رو داشت پیش می‌برد و کاراش رو انجام میداد، تا اینکه یک شنبه حالش وخیم‌تر میشه و به توصیه پزشکان به این بیمارستان منتقل شده که و روز دوشنبه دیروز هم از میگفتن که از روی تخت بیمارستان داره کارای خودش رو انجام میده و رهبری دولت رو داره به خوبی انجام میده از روی تخت بیمارستان، تا دیشب که به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. آناهیتا، بریتانیا به عنوان کشوری که در واقع قانون اساسی مکتوب نداره، الان مسئله این که در نبود نخست وزیر کی مسئول مطرحه. دومینیک راب الان در چه نقشی داره عمل میکنه؟ در واقع بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از وزیر خارجه آقای دومینیک راب همجور که گفتی خواست که در مواردی که لازم هست تصمیم بگیره و وارد عمل بشه. حالا باید دید که عملاً کی و چطور خواهد شد. آقای دومینیک راب این مسئولیت رو پذیرفته و البته به نظر من دیشب کمی هم شوک شده، ولی امروز نشست روزانه دولت رو در باره مقابله و مبارزه با کرونا به جای آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا انجام داد، به سوالات خبرنگاران
پاسخ داد و یک مجدداً هم گفتش که حال آقای بوریس جانسون داره خوب هست و روحیه بالایی داره، مرد قوی و مبارز هست که و امیدوار بود که حالش بهتر بشه. باید بگم که مقامات و رهبران کشورهای دنیا آرزوی بهبودی ملکه بریتانیا و خانواده سلطنتی هم در پیام‌های جدا برای آقای بوریس جانسون آرزوی بهبودی کردن و هنوز که در الان همین الان که من اینجا جلوی بیمارستان ایستادم جزئیات بیشتری از حال آقای بوریس جانسون نداریم. آنهایی تا اشاره کردی به کنفرانس مطبوعاتی که دامینیک راب انجام داده، آیا در اون کنفرانس راجع به آخرین آمار ابتلا و قربانیان کرونا هم صحبت شد؟ امروز اعلام شد، یعنی آمار رسمی وزارت بهداشت بریتانیا گفته که تعداد جان باختگان این ویروس کرونا از مرز 6000 نفر گذشته، که البته این تعداد تنها تعدادی هستند که جان خودشون رو در بیمارستان ها از دست دادن. ممکنه تعداد دیگه‌ای بودن که در منزل خودشون و یا خانه سالمندان جانشون رو بر اثر این ویروس از دست دادن که جزء این تعداد هنوز نیومده. متشکرم آناهیتا شمس. در ادامه بحث درباره تاثیر تحریم‌های ایران بر توان این کشور برای مقابله با بحران کرونا، 24 دیپلمات ارشد و مقام دفاعی غربی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان لغو تحریم‌های پزشکی و کمک‌های انسان دوستانه به ایران شدند تا شاید بتوان مانع مرگ ده‌ها هزار نفر شد. از جمله امضا کنندگان نامه فدریکو موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیرکل پیشین سازمان بهداشت جهانی و دیپلمات‌های ارشد دوران ریاست جمهوری بوش، کلینتون و اوباما هستند. کرونا دست کم بیش از یک ماه است که ایران را گرفتار کرده. هزاران جان باخته و ده ها هزار مبتلا. هرچند که این بیماری عالمگیر شده، از نگاه مقام های ایرانی اینجا شرایط سخت تر از دیگر کشورهاست. به دلیل تحریم های آمریکا. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود. وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو، غذا و سایر اقلام بشر دوستانه سلب شد، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب پذیرتر قرار می گیرند. سخنانی که حالا میان گروهی از دیپلمات‌های پیشین غربی حامیانی پیدا کرده. 24 مقام ارشد سابق آمریکایی اروپایی که از دونالد ترامپ خواستند تحریم‌ها را کاهش دهد. بینشان سیاستمدارانی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، از جمله مادلین آلبرایت و ویلیام کوهن، وزرای پیشین خارجه و دفاع آمریکا. به علاوه فدریکو موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هانس بلیکس، دیپلمات سوئدی و مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هارلن برانتلند، مدیر پیشین سازمان جهانی بهداشت. خواسته آنها نه رفع کامل تحریم‌ها، بلکه آسان کردن خرید اقلام پزشکی و درمانی برای ایران است، مخصوصاً تجهیزات لازم برای مقابله با کرونا. اینکه آمریکا فهرست کالاهایی که از تحریم‌ها معافن را گسترده‌تر کند، به وزارت دارایی‌اش امکانات بیشتری بدهد تا درخواست‌های معافیت از تحریم‌ها را بررسی کند و با فرستادن نامه‌هایی نگرانی بانک‌های اروپایی و شرکت‌های کشتیرانی و بیمه از تجارت با ایران را رفع کند. امضا کنندگان بیانیه همچنین از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مانع صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام 5 میلیارد دلاری به ایران نشود و با انتشار بیانیه‌ای از اینستکس، سازوکار مبادلات تجاری اروپا و ایران، پشتیبانی کند. پاسخ آمریکا روشن است. هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا راه ورود کمک‌های بشردوستانه را میسر کنیم و اطمینان حاصل کنیم که تراکنش‌های مالی مرتبط با آن انجام شود. داروهایی که به مقصد ایران می‌روند مشمول تحریم نیستند. تحریم شامل کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود. آمریکا می‌گوید ایران به دنبال فریب جهانیان است. اینکه رفع تحریم‌ها نه برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی به مردم ایران، بلکه برای تأمین مالی اقدامات به گفته واشنگتن تروریستی است.
موضعی که پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی بیان کرده بود. از دروغگویی دست بردارید. از دزدی دست بردارید. اگر رژیم ایران برای مقابله با ویروس کرونا به بودجه نیاز دارد، میتواند از میلیاردها پولی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات خامنه‌ای وجود دارد استفاده کند. مشکل تحریم‌ها نیست، مشکل این رژیم است. از سوی دیگر ایران بارها گفته برای مقابله با کرونا امکانات پزشکی کافی دارد و حتی پزشکان بدون مرز که از فرانسه برای کمک آمده بودند را اخراج کرد. اقدامی که با این واکنش معاون وزیر بهداشت همراه بود. ضمن تشکر از پزشکان بدون مرز، با اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و نیز استفاده از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح، فعلا نیازی به برپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نیست و این حضور منتفی است. و همینطور رد پیشنهاد کمک از سوی آمریکا. شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ چشمه آب زلالی که وجود داره بسته، بعد یه دونه لیوان آب گلالود آورده داره تعارف میکنه، میگه من آمدم کمک کنم، شما میدونم شما تشنه هستی، شما اگه میخوای کمک بکنی چکمت وردار از مسیر راه. در میانه بحران کرونا، دعوای ایران و آمریکا بار دیگر بالا گرفته و در این میان برای بیمارانی که برای زنده ماندن مبارزه می کنند، ثانیه ها به سرعت می گذرد. باران عباسی، بی بی سی. ریچارد نفیو، کارشناس ارشد تحریم در تیم مذاکره کننده دولت باراک اوباما در توافق هسته‌ای با ایران، از نیویورک با ماست. آقای نفیو، خوش آمدید به برنامه. مقام های ایران به کرات گفتند که امکانات کافی پزشکی دارند و نیازی به کمک خارجی ندارند. شما چرا احساس میکنید که نیازه که دیپلمات های غربی از دونالد ترامپ بخواند که تحریم ها رو کاهش بده؟ فکر میکنم قبل از هر چیز در درجه اول روشن نیست که هیچ کشوری واقعا تمام منابع لازم رو برای رسیدگی و برخورد با بحران ویروس کرونا داشته باشه. و البته واقعیت است که تحریم ها دارن مشکل ایجاد میکنن برای ایران. زمان خواهد برد اینکه بخوان تحریم ها رو احیانا تغییر بدن و کاهش بدن. و نکته دیگر اینه که یک بحث اخلاقی اینجا مطرح است، یک بحث اخلاقی به این معنی که آیا ایالات متحده به عنوان کشوری دیده بشه که در این وقت بحران ملی و بین المللی داره از ملت ایران حمایت میکنه، یا اینکه با این تحریم ها ما شاهد صدمه دیدن توانایی خودمون برای تعامل و گفتگو با ملت ایران در آینده باشیم. بنابراین اگرچه ممکنه در این لحظه تأثیر این کاهش تحریم‌ها کم باشه، ولی در آینده به نظر من این نکته است که باید بهش توجه کنیم که تأثیر اون در آینده خیلی قاطع‌تر خواهد بود. ولی مقام‌های کاخ سفید میگن که اساساً دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نیست. این درسته و از یک منظر 100% حقوقی این 100% صحیحه. ایالات متحده تحریمی متوجه داروها، تجهیزات پزشکی، بیشتر تجهیزات پزشکی یا غذا نکرده، اما مشکل این نیست و در واقع این نامه هم که داریم راجعش صحبت میکنیم به این مسئله نمیپردازه. مسئله اینجاست که اگرچه این مسئله قانونی باشه و مشکلی نداشته باشه، بحث غذا و دارو، در عمل مشکل داره اتفاق میفته. برای اینکه داد و ستد با ایران انقدر دشواره به واسطه تحریم ها، در نهایت ایران حتی برای ابتیاع و دریافت همون مواردی که قانونا هم میتونه دریافت کنه مشکل داره. بنابراین بحث ما اینه که ما نمیخوایم از ایالات متحده بخوایم که توان ایران برای پرداخت اون موارد رو حذف کنه، بلکه برای اینکه اون ظاهرا به صورت قانونی وجود داره، اما ما میخوایم که
این اطمینان حاصل بشه که از نظر بیمه، از نظر ترخیص، از نظر ترابری امکان انتقال این کالاها به ایران باشه. طرفداران تحریم ایران معتقدند که شما و جو بایدن و بسیاری دیگر از دموکرات‌ها پیشنهادی که ارائه دادین در واقع تفاوت آنچنانی با اقداماتی که همین الان هم دولت آقای ترامپ انجام داده نداره. شما در نهایت پیشنهاد نمیدین که کل تحریم‌ها لغو بشه، پیشنهاد نمیدین که آمریکا برگرده به توافق هسته‌ای؟ خب اگر این واقعا مسئله است، برای دولت پرزیدنت ترامپ نباید مشکل باشه که بعضی از این تقاضاهای ما رو بهشون جامعه عمل بپوشونه. من فکر نمی کنم که واقعا این درست باشه. من فکر می کنم چیزی که ما داریم در این نامه توصیه می کنیم مبتنی بر عقل سلیم هست، خیلی ساده است و خیلی قدم‌های سریعی رو در بر می‌گیره که هم برای ایران وارد کردن غذا و کمکی که لازم داره رو آسون می‌کنه برای مقابله با ویروس کرونا، بدون اینکه بخوایم همه تحریم‌ها رو حذف کنیم که خب طبیعتاً با دولت ترامپ اصلا ممکن نیست. بنابراین چیزی که اینجا ما داریم پیشنهاد می‌کنیم نمی‌خواد که بیاد با همه این بحث‌ها و اختلافات سیاسی ایران و آمریکا سر و کله بزنه. من طبیعتاً مخالف موضع دولت ترامپ هستم، اما ما داریم میگیم که بیاین راجع به بخش انسانی و نیازهای انسان دوستانه، پس انسان دوستانه نیازهای ایرانی‌ها صحبت کنیم. قدم‌های کوتاه و کوچکی که برداشته بشه و فکر می‌کنم که در واقع اساره نامه ما همین باشه. آقای نفیو، بسیاری معتقدند که مشکل فراتر از تحریم دارو و تجهیزات پزشکیه. واقعیت اینه که تحریم‌های اقتصادی ایران آنقدر ایجاد فشار مالی کرده بر حکومت که الان توان بستن کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، ادارات رو نداره. نمیتونه حمایت مالی بکنه از کارگرها و کارمندا که برن سه ماه در خانه بشینن تا تکلیف ویروس مشخص بشه. یعنی در نهایت تحریم‌ها در هر شکلش داره جان مردم ایران رو میگیره. پاسخ شما چیه؟ یکی دو نکته. اولا واقعیتی هست که مسائل اقتصادی ایران به طور گسترده تر در ابعاد بزرگتر مقابل با ویروس کرونا رو برای اونها دشوارتر کرده. از نظر توان اونها برای دریافت و خرید کالاهایی که نیاز دارن، بله یک سری منابع داخلی دارن که میتونن استفاده کنن و همین یکی دو روز پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردش که میخواد از این صندوق توسعه یک پولی برداره و برخی از مخالفان رژیم هم صحبت یک صندوقی کردن از دارایی‌های ایشون که به میلیون‌ها دلار، بلکه میلیاردها دلار بالغ میشه. اما بحث اینه که اگر ایران حتی اگر منابع لازم رو داشته باشه، آیا اون وقت میره و اینها رو در حیطه انسانی و انسان دوستانه استفاده میکنه، برای مقابله با ویروس استفاده میکنه یا نه؟ پاسخ ما اینه که میشه در حد محدود اینها رو آزاد کرد تا اینها بتونن ازش استفاده کنن. من فکر میکنم که تا حدی مشکلات ایران بتونه حل بشه با کاهش تحریم ها، اما خب برای حل مشکلات بزرگتر دو طرف باید با هم دیگه در آینده گفتگو کنند. نکته الان اینجاست، الان چه کار میخوایم بکنیم برای اینکه قضیه مشکل فعلی رو یه خورده بهتر کنیم؟ و فکر میکنم که پاسخ اینه که بله، ما این توانایی داریم که الان یک چند قدمی برداریم. متشکرم. ریچارد نفیو، کارشناس ارشد تحریم در تیم مذاکره کننده باراک اوباما. اما حسین لاجوردی، جامعه شناس از پاریس، با ماست. آقای لاجوردی، خوش آمدید به برنامه. شما از جمله امضا کنندگان نامه‌ای هستید به صندوق بین‌المللی پول برای اینکه درخواست کردید که در واقع 5 میلیاردی که ایران خواسته به شکل نقد به ایران داده نشه. ولی هستند عده‌ای آقای لاجوردی که معتقدند که ایران برای اینکه بتونه از کارگرانش و کارمندانش حمایت بکنه و اونها رو به خانه بفرسته در این مقطع بحرانی احتیاج به پول نقد داره. ملاحظه کنید مسئله ویروس کرونا یا ویروس جمهوری اسلامی ابعاد متفاوت و متعددی رو داره. جمهوری اسلامی درخواست 5 میلیارد دلار کرده. من اعتقادم بر اینه که اگر بخواد با ویروس کرونا مبارزه بکنه، نه 5 میلیارد، به 500 میلیارد دلار، به 1 تریلیون دلار نیاز هست. ولی آیا
جمهوری اسلامی با درخواست پولی که میکنه این پول رو برای مبارزه با ویروس کرونا انجام میده. این چیزیه که برای همه مردم در داخل و خارج از ایران مشخصه. من صحبت‌های شما، مصاحبه شما رو کاملا شنیدم. ببینید، بحثی که وجود داره اینه که همین یکی دو روز گذشته باز مقامات دولت ایران میگن چی؟ میگن که ما نیاز به تجهیزات دارویی و کمک نداریم، به ما پول نقد بدید. آقای روحانی چی میگن و مقامات دیگر رژیم چگونه برخورد میکنند؟ مسئله رو در اینجا به این ترتیبه که هر پول نقدی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار بگیره، یک دلارش هم هزینه مردم نخواهد شد صرف کرونا و غیره و غیره. در این که به هر حال مسئله جمهوری اسلامی حفظ نظام، نه حمایت از مردم ایران و هویت ملی ایرانیان. اینجاست که بحث رو آغاز میکنه. چرا ما تقاضا میکنیم که این پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیره؟ ملاحظه بکنید، گذشته از سازمان‌های بین‌المللی که به ایران پیشنهاد کردند، من به شخصه در جریان امری هستم که یکی از افراد خیر از دوستان من در صدد 2 میلیون دلار هزینه کردن برای دارو و هر آنچه هست برای ایران، هیچ کس قبول نمی‌کنه، میگن پولش رو نقدن به ما بدید. این پول نقد برای چیه؟ اگر برای مبارزه با کرونا است، خب میشه که تجهیزات بیمارستانی و غیره و غیره رو فراهم کرد. هیچ کس در ایران جرأت نمی‌کنه که اون تجهیزات رو قبول بکنه، بدون اینکه یک سرکوب، یک وحشت از سپاه و سرکوبگری حکومت وجود داره. آقای لاجوردی، ایده‌ای هم معتقدند که شاید بشه این فشار رو بر در واقع صندوق بین‌المللی پول وارد کرد که نظارت داشته باشه بر چگونگی خرج شدن اون پول، برای اینکه بسیاری از این سازمان‌های بین‌المللی وقتی کمک مالی میدن نظارت هم می‌کنند بر نوع خرج شدن اون پول. چرا این گونه نمیشه از این سازمان‌ها کمک خواست؟ ملاحظه بکنید، در 26 ماه مارس من از طرف انجمن پژوهشگران ایران نامه‌ای رو به دبیرکل سازمان ملل نوشتیم، دقیقاً همین بحث رو مطرح کردیم که یک هیئت بین‌المللی به ایران بره این پول رو هزینه بکنه، ولی این پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگیره. این بازم مورد قبول واقع نشده. یعنی به هیچ شکلی شما نمیتونید که با جمهوری اسلامی صحبتی رو بکنید که حتی یک دونه ماسک، یک دونه نمیدونم مواد الکلی یا نیازهای دیگه پزشکی رو برآورده بکنه. همش فقط و فقط مسئله پول براشون مطرحه و اون پول رو امروز دیگه همه میدونن. کسانی که درخواست کردن از آقای ترامپ، جوابش رو در همین پاسخهایی که الان شما در برنامه‌تون مطرح کردید و در گفتمانهای مقامات جمهوری اسلامی میشه پیدا کرد. اونها اصلا نیازی به این قضیه ندارن، ضمن اینکه خودشون معتقد هستن که پول دارن. خب اگر پول دارن، اگر 117 میلیارد دلار ذخیره دارن، خب ازش استفاده بکنن، 5 میلیارد دلار بهش درد میخوره. اگر پول رو میخوان کار دیگه‌ای بکنن، بیان بگن و طبیعی است که ماجرا نمیتونه به اینجا ختم بشه و شاهد اینم بودیم که صندوق بین‌المللی پول این رو رد کرد و به ایران پرداخت نکرد. آقای لاجوردی، به هر حال در نهایت پیشنهاد شما چیه؟ به هر حال الان در داخل ایران مردمی هستند که درگیر این بیماری هستند و از یک طرف جامعه جهانی و خارج از کشور اپوزیسیونی هستند که مخالف کمک مالی به ایران هستند. در داخل هم حکومتی هست که به هر حال شفافیت جزء ویژگی های اصلیش نیست. تکلیف مردم چی میشه این وسط؟ ببینید، یک نکته مثبت در ایران پیش آمده ضمن بحران کرونا که در حال آسیب‌های بسیار گسترده‌ای رو برای مردم ایجاد کرده، یک همبستگی ملی است. یعنی شما می‌بینید که جمهوری اسلامی هم از همین وحشت داره که مردم با همدیگه همبسته بشن. جمهوری اسلامی الان مسئله‌اش اصلا مسئله پول نیست. جمهوری اسلامی بعد از تظاهراتی که خواست‌های مردم در آبان ماه بود، بعد از هواپیمای اوکراین و غیره و غیره، تمام مدت منتظر این بود که باز یک اعتراض‌های گسترده‌تری به وجود بیاد. در نتیجه جمهوری اسلامی کرونا رو به عنوان یک راه نجات پیدا کرده. اگر سازمان‌های بین‌المللی در رأس سازمان ملل بخوان کاری رو انجام بدن که باز هم مورد قبول جمهوری اسلامی نخواهد بود، همونطوری که عرض کردم
فرستادن یک هیئت بین‌المللی با امکانات گسترده به ایرانه. ولی شاهد بودیم که پزشکان بدون مرز که از همین فرانسه ای که من در زندگی میکنم رفتن به ایران، دیدیم که اونها رو از ایران اخراج کردن و شاهد این هستیم که سازمان بهداشت جهانی هم مرتبا این گلایه رو داره که تجهیزاتی رو به ایران میفرستن ولی ایران نمیپذیره، ولی ایران فقط پول نقد میخواد. مسئله من رو در پاسخ شما فقط و فقط باید بگم که امروز این اختلافات جناحی که بین مقامات جمهوری اسلامی وجود داره از یک طرف و همبستگی مردم از یک طرف دیگه، کل مردم رو از ویروس جمهوری اسلامی نجات خواهد داد. متشکرم از شما. حسین لاجوردی، جامعه شناس از پاریس با ما. مجلس ایران امروز برای نخستین بار در سال جدید تشکیل جلسه داد تا درباره شیوه مقابله این کشور با بحران شیوع ویروس کرونا بحث کند. در همین جلسه سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفت جزئیات مربوط به شیوع این ویروس باید در جلسه غیرعلنی مجلس گفته شود. شمار قربانیان کرونا در ایران حالا به نزدیک 4000 نفر رسیده و شمار مبتلایان از 62000 نفر هم گذشته. آماری متفاوت با الگوی جهانی انتشار ویروس. با اینکه توصیه دولت همچنان فاصله گذاری اجتماعی است، آنطور که علی حمیدانی در گزارشش میگوید در شهرهای کوچک و بزرگ ایران فاصله گذاری اجتماعی آنقدرها جدی گرفته نمی‌شود. این تصاویر را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. اعضای چند پایگاه بسیج زیر نظر آستان قدس رضوی در استان خراسان با حضور در بیمارستان‌های محل درمان مبتلایان به کرونا بین آنها غذای نظری تقسیم می‌کنند و دعا می‌خوانند در عصر توصیه به فاصله گذاری اجتماعی. این کامیون در میان ترافیک در جنوب تهران در محله هرندی ویراژ می‌دهد و مواد ضد عفونی را در آسمان و زمین پخش می‌کند. و اینجا متروی تهران بامداد امروز، جمعیت بدون فاصله نزدیک به هم مثل همیشه. و اینجا مجلس شورای اسلامی، امروز نمایندگان گوش تا گوش نشستند. قصد داشتند جلسه را اینترنتی برگزار کنند که نشده و دوباره دور هم جمع شدند تا از کرونا حرف بزنند. وزیر بهداشت از جمله سخنرانان، او مدیریت ایران را ستود. اینجور مدیریت بیماری برای دنیایی که خود سازمان جهانی بهداشت تماس میگیره تا تجربه ما رو با ویدیو کنفرانس به دیگران منتقل کنه، این یک عزتی است که وزیر بهداشت ایران گفته جزئیات مربوط به شیوع ویروس کرونا باید در جلسه غیر علنی در مجلس مطرح شود. او گفته آنچه در گیلان رخ داده با آنچه در قم رخ داده متفاوت است. معاون درمان وزارت بهداشت امروز در تلویزیون ایران از خالی ماندن تخت‌های بیمارستان‌ها و کاهش مراجعه به بیمارستان‌ها خبر داد. آمار تازه نشان می‌دهد در شبانه روز گذشته 133 نفر جان باختند و شمار کل مبتلایان به بیش از 62000 رسیده. نسبت و شماری که برخی به دیده تردید به آن می‌نگرند. بدون علامت. وزیر بهداشت هم در گفتگو با تلویزیون ایران از طرحی به نام فاصله گذاری هوشمند پرده برداشته. 19 فروردین 1398 بزرگراه همت. در حالی که روی کاغذ هنوز محدودیت‌های اعمال شده پابرجاست و فاصله گذاری هوشمند یعنی بازگشایی به گفته دولت مشاغل کم خطر عملی نشده، این وضعیت ترافیک امروز صبح در تهران است، شهری که قرار بود خانه بماند. دارن مجاهدانه در ارتباط با بیماران. سخنگوی قوه قضاییه هم مانند دوران پیش از کرونا خبرنگاران را جمع کرد برای نخستین کنفرانس خبری بعد از نوروز. او گفته ایران به بیش از نیمی از زندانیان سیاسی مرخصی داده و این اقدام را الگویی برای جهان خوانده. این در حالی است که بسیاری از نامهای آشنا همچنان در زندانند. جنجال بر سر بدبستان‌های توییتری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در انتقاد از لاپوشانی چین درباره شیوع کرونا و پاسخ تند سفیر این کشور در ایران که منجر به پس گرفتن انتقادش از چین شد، حالا وارد مرحله تازه شده. دو مقام وزارت بهداشت ایران با حمایت از گفته‌های سخنگوی این وزارتخانه گفتند که اطلاعات چینی‌ها با واقعیت‌ها همخوانی نداشته. جر و بحث‌های داخلی سیاسی سر کرونا کم بود، حالا پای کشور به گفته ایران دوست و برادر هم به ماجرا باز شده. علی همدانی، بی بی سی.
مسعود باستانی روزنامه‌نگار از تهران با ماست. آقای باستانی، فکر کنم شما هم از داخل قرنطینه به ما پیوستید اگه اشتباه نکنم. خوش آمدید به برنامه. از صحبت‌های وزیر بهداشت ایران شروع بکنیم آقای باستانی، اینکه کماکان مقام‌های ایران بر آن شیوه عدم شفافیت و نامحرم دانستن مردم پافشاری می‌کنند و میگن مباحثی مربوط به جلسات غیرعلنیه. سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که تندرست باشید و امیدوارم که بالاخره جهان بتونه از دست این بحران وحشتناک نجات پیدا کنه و همچنین ایران. عرض کنم اگه واقعا بخوایم این سوال رو جدیتر جواب بدیم و این رویکرد رو ارزیابی بکنیم، به نظر من اگه سال 98 یعنی سالی که گذشت بذاریم، معذرت میخوام، اون اسم میتونه در واقع سال پنهانکاری باشه. شما ببینید از آغاز سال 98 که ما شاهد سیل بودیم در منطقه شمال ایران و جنوب ایران و بعد ماجرای آبان ماه، بعد ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و بعد هم ماجرای در واقع کرونا، همواره مواجه با این بودیم که در فقدان حضور رسانه‌های مستقل و رسانه‌هایی که مقبولیت عام داشته باشن و معتمد همه در واقع شهروندان باشن، پدیده پنهانکاری و پدیده بی‌اعتمادی به رسانه‌های موجود عملاً تبدیل به یک چیز مسئله خیلی جدی شد و این مسئله خیلی جدی باعث شد که رسانه‌ها، در واقع رسانه که به عنوان یکی از بازوهای اصلی اطلاع رسانی در جامعه و کمک در این مقطع بحرانی، نتونه اون کار کرده اصلی خودش رو در ایران ایفا بکنه و از طرف دیگه هم یه آسیب‌هایی داشتیم از طرف مقابل. یعنی علارغم اینکه ما یک طیفی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو داریم، ولی متاسفانه دیدیم که در مقطع ابتدایی چه رسانه‌های خارج از کشور درگیر این شدند که برخورد سیاسی بکنند با قصه، با توجه به بلوک‌بندی‌های سیاسی برخورد سیاسی بکنند، به این معنا که با توجه به که منبع یا منشأ ویروس قم تشخیص داده شد یا نحوه مدیریت ویروس این گونه بود، اومدن و نذاشتند که در واقع اون گلدن تایم یا فرصت طلایی که میشد آموزش داد به شهروند یا اون فرصت در واقع کلان رو انجام داد. از طرف مقابل هم رسانه‌های داخلی، یعنی رسانه‌های حکومتی، در مقابل و به سبک همیشه‌شون دائم سعی کردن که در صدد در واقع برطرف کردن یا به زعم اونها شایعه‌ای بر بیان که از طرف رسانه‌های خارجی داره الغا میشه. مسئله اینکه آقای جهانگیری کرونا گرفته یا نگرفته، مسئله کرونا گرفتن آقای حریرچی، مسئله اینکه آیا در ایران اقلام کمه یا زیاده و سایر مسائل دیگه، مسئله‌ای بود که عملاً در دوران که به قول خود آقای نمکی در واقع اطلاع داشتن که منتظر موج دومی از آنفولانزا بودند که بعد از طی شدن در واقع اون موج H1N1 که آنفولانزا و تیپ بی آنفولانزای H1N1 منتظر موج دوم بودند، تو اون فرصت‌های طلایی نتونستن در واقع جوابگو باشن و اطلاع رسانی کافی و وافی رو به شهروندا بکنن. آقای باستانی، فقدان و نبود رسانه‌های مستقل در ایران رو چقدر تاثیرگذار می‌دونید در چنین شرایط بحرانی؟ خانم ببینید که اصلا مسئله دقیقاً همینه، یعنی نکته کلیدی ماجرا همینه و ای کاش آقای نمکی دقت داشت به این مسئله که اگرچه داره گلایه میکنه از این ماجرا که در واقع نمیتواند حرفهاش رو بزنه، ولی ای کاش به این هم دقت داشت که یکی از زیر شاخه های بحران کرونا که نمیتواند موفق بشه، فقدان رسانه‌ای است که مقبولیت عام داشته باشه و ایشون بتونه از طریق اون رسانه با شهروندا ارتباط برقرار کنه، پیامشو برسونه. الان وضعیت در ایران به گونه ای است که در واقع همه مرزها مبهمه، حقیقت مبهمه برای شهروندا، به هیچ سمتی از رسانه‌ها نمیتوانند در واقع اعتماد کنن، چون مسئله سلامتیشون در میان مهمترین مسئله‌ای که امروز در تمام کشورهایی که با این ویروس درگیر هستن، ما شاهدیم که شهروندا در واقع دغدغه خیلی جدی دارن و میخوان خودشون نجات بدن. اما آقای در واقع نمکی به این دقت نداره که اتفاقا هم مسئله اقناعی که ایشون میخواد انجام بده، اگر قرنطینه به نتیجه نمیرسه، اگر شهروندا متحد نیستن به رعایت امور قرنطینه، اگر بعضی از مشاغل در واقع فکر میکنن که خیلی لازم نیست که کرونا رو جدی بگیرن، دقیقاً نکته اینه که اون رسانه‌ای که بتواند پیام لازم رو به آنها برسونه
وجود نداره. و از طرف دیگه وقتی این در این خلأ بلافاصله سوشال مدیاها میان و جای رسانه‌های بزرگ رو میگیرن و در واقع شهروندا میان و به سبک همیشه لایف استایلشون رو میخوان از داخل سوشال مدیا یا رسانه‌های جامعه مجازی یا فضای مجازی انتخاب کنن. سوشال مدیا با یک مقوله بسیار مهمی توی این مسئله مواجه بودن و اون هم بحث فیک نیوز ها بود و بحث عدم اعتماد بود، به این دلیل که فایل های مختلفی برای توصیه های پزشکی، برای توصیه های در واقع ایمنی، برای توصیه های مراقبت از کرونا در سوشال مدیا ها شیر می شد توسط شهروندا و مثلا به فاصله 48 ساعت دیگه یه فایل دیگه شیر می شد از آقای دکتر ایکس که مثلا یک سری توصیه داشت، 48 ساعت بعد آقای دکتر ایگرگ یک سری توصیه در تناقض با اون داشت و اصلا شهروندهای در واقع میشه گفت غیر مسلح یا شهروندهایی که سواد رسانه کافی نداشتن دچار یه حیرانی میشدن که اصلا آیا امکانه مثلا اینکه کدوم از اینا درسته و ما چطوری میتونیم اینو تشخیص بدیم و این در واقع کار یه روزنامه نگاره، یک روزنامه نگار متخصصه که بتواند این فیک نیوز ها رو تشخیص بده، راهبرد درست بده. متشکرم مسعود، در واقع پیامو انتقال بده. سپاسگزارم مسعود باستانی، روزنامه نگار از تهران با ما. تا امروز بیش از 76 هزار نفر جانشان را به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. یعنی 76 هزار داستان دردناک برای خانواده و نزدیکان. یکی از آنها خواننده ای است که با آهنگ‌های شادش معروف بود و حالا عزادار از دست دادن دو برادر و یک خواهرش پس از ابتلا به کرونا است. مرتضی برجسته، خواننده از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای برجسته خوش آمدید به برنامه، تسلیت بهتون میگم. آقای برجسته، در وهله اول به ما توضیح بدید که کی با خبر شدید که خانوادتون بیمار هستند. والا اولین برادر من که در اثر کرونا نبود، سکته قلبی کرد و قلبش قرار بود عوض بکنن، یه مشکل قلبی داشت و درست به فاصله یک هفته بعد از فوت اولی اطلاع دادن که برادر دوم من کرونا گرفته و خودش هم کادر اداری بیمارستان فیروزآبادی بوده و از اونجا گرفته، بستری شد در بیمارستان. بلافاصله بعد از چند روز به من اطلاع دادن که خواهر من هم در منزل حالش بد شده و منتقلش کردن به بیمارستان امام حسین، یک بیمارستانی بوده که نزدیک منزلش بوده. چند روز که از بستری شدن خواهر من گذشت اطلاع دادن که برادر فوت کرد و خوشحالی من این بود که گفتن که خواهر حالش رو به بهبود هستش، یکم خوبتر شده، لوازمی لازم داشتن از خارج از بیمارستان ما فوری براشون تهیه کردیم فرستادیم، احتمالاً با کمبود لوازم روبرو هستن ولی خب ما لوازم رو تهیه کردیم فرستادیم. بعد از دو روز اطلاع دادن که خواهر هم فوت کرد. به هر حال روزهای بسیار سختی رو من میگذرونم. متاسفانه اشکالی که مملکت ما داره دروغ‌هایی که به مردم میگن و واقعیت‌ها رو عنوان نمی‌کنن برای مردم. بیمارستان هیچ وسیله نداشته، بیمارستان خدمات اولیه هم حتی خیلی سخت انجام میده. من واقعا از کادر بیمارستان، از دکترها، از همه مردم ممنونم که اینقدر فعالیت میکنن. اینا واقعا قهرمانهای این دوران ما هستن که در بیمارستان جونشون رو کف دستشون گذاشتن، پرستارها، دکترها، و فعالیت میکنن. ولی متاسفانه اونور قضیه رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که دولت و حکومت هیچ اهمیتی برای جون مردم مملکتش قائل نیست. آقای برجسته، میدونم که صحبت کردن براتون سخته و واقعا سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردین. شما آخرین بار کی برادران و خواهرتون رو دیده بودین؟ والا من 40 ساله که از مملکتم دور هستم و تبعید اجباری هستم و نمیدونم چرا و هیچ کس به ما نمیگه که چرا ما تبعید شدیم، اصلا برای چی، چرا باید از خانوادمون دور باشیم. من 40 سال اونا رو ندیدم متاسفانه.
موفق شدین که باهاشون در واقع قبل از اینکه به بیمارستان برن یا حالشون وخیم بشه صحبت بکنید از طریق موبایل؟ بله، من با خواهرم در تماس بودم، با برادرم در تماس بودم، مخصوصا با خواهرم که حتی بیمارستان رفته بود قبلش و بعدش که در بیمارستان بود یکم حالش رو به بهبود گذاشته بود. حالا نمیدونم کوتاهی بوده نبوده، به هر حال هرچی بوده، من خوشحالیم از این بود که این خواهرم که به هر حال حق مادری گردن من داشت، منو بزرگ کرده بود و خب از رفتنش کمر من رو شکست، کوتاهی شده بود و خیلی عجیبه. و من امروز چند یک ساعت پیش به من اطلاع دادن که با اینکه گفته بود دولت بیماران کرونایی رو هزینه ای براشون نمیگیره، حتی مثلا در بیمارستان‌های دولتی مخصوصا هزینه ای دریافت نمی‌کنن، ولی از اونا پول خواستن و گفتن که پول اتاق، پول وسایلی بدین، در حالی که ما وسایل هم براشون تهیه کردیم، فرستادیم به بیمارستان، پوشک می‌خواستن، وسایل بهداشتی نظافتی می‌خواستن، ولی الان با بلافاصله که خاک سپاری تموم شده دیروز اطلاع دادن که باید هزینه بپردازیم. حالا مهم نیست که چقدر بپردازن، ولی آخه وقتی که ما نشستیم نسخه میپیچیم واسه مردم بشینید توی خونه هاتون، پس چجوری اینا زندگیشون رو تامین کنن؟ همه حتی اگر بخوام بمیرن باید هزینه بپردازن. آخه من نمیدونم کجای تاریخ همچی چیزی نوشته. آقای برجسته، وضعیت بقیه اعضای خانواده که در ایرانن چطوره؟ آیا امکانی داشتن که اصلا مراسمی برگزار بکنن، با هم باشن برای سوگواری؟ والا متاسفانه برای خاکسپاریشون که چند نفر بیشتر اجازه ندادن و اونا در فاصله بسیار دور واسطه بودن. متاسفانه البته من خودم معتقدم که نباید این مراسم گرد همایی ها انجام بگیره، به دلیل اینکه این زنجیرها باید این قطع بشه تا اینکه این کرونا نتونه ادامه پیدا کنه و از کسی به کسی دیگه منتقل بشه. مساجد، نمازهای جمعه و به هر حال این نوع مراسم سوگواری باید قطع بشه تا مدتی، ولی متاسفانه نه مردم متوجه عمق قضیه هستن و ابعاد قضیه رو متوجه نیستن که چقدر عمیق هستش و چجوری میتونه در عرض دو روز انسان‌ها رو نابود کنه و فوری از بین ببره. مردم باید متوجه باشن، ولی از طرف دیگه دولت باید کمک بکنه که مردم به خونه ها بشینن، حداقل معاششون رو باید تهیه بکنه. اگر که این حداقل معاش تهیه نشه، این بدبختایی که تو دستفروشی میکنن، کار آزاد دارن، شغل دارن، اینا چجوری شکم زن و بچه‌شون رو سیر بکنن؟ مجبورن بیان توی خیابونا، و وقتی که میان توی خیابونا این میکروب خب مسلما پخش میشه. ما در امریکا داریم زندگی میکنیم، الان اعلام کردن که برن مردم توی خونه‌شون بشینن، در اروپا هم در خیلی جا همینطور هستش. وقتی که اعلام میکنن برین تو خونه‌تون بشینین، نمیگن که برین خودتون رو بکشین تو خونه‌تون، که هزینه‌شو میدن. الان دارن هزینه بیکاری میدن به مردم، پول میدن، امکانات در اختیارشون میذارن که اینا توی خونه بشینن تا ریشه کن. آقای برجسته، عمیقا متاسفم بابت اتفاقی که براتون افتاده، براتون آرزوی صبر میکنم. ممنون از وقتی که به ما دادید. مرتضی برجسته. بسیاری از بیمارستان‌های جهان حتی به نزدیکان مبتلایان به ویروس کرونا هم اجازه ملاقات نمی‌دهند، چه برسد به ورود به بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU، جایی که مبتلایان با وخیم‌ترین شرایط بستری هستند. برای همین خیلی‌ها نمی‌دانند فشار کار روی پرسنل درمانی چقدر است و آنها چگونه بیماران مبتلا به کرونا را درمان می‌کنند. در اتفاقی نادر، فرگوس والش، خبرنگار پزشکی بی بی سی و فیلمبردارش آدام باکر این امکان را پیدا کردند که چند ساعت رو در بخش ICU بیمارستان دانشگاه UCL لندن بگذرانند و همه چیز را از نزدیک ببینند. اینجا زمانی بخش نقاهت بعد از جراحی بود. حالا تبدیل به ICU برای بیماران کووید 19 شده. بخش عظیمی از بیمارستان را برای مقابله با ویروس کرونا تغییر کاربری دادند.
من 23 ساله که پرستار آی سی یو هستم. هرگز چنین چیزی ندیدم. حتی موقع بمبگذاری های لندن چنین حجمی در چنین زمان کوتاهی سابقه نداشته. بسیاری از بیماران اینجا سالمندند یا مشکلات جسمی قبلی دارند، اما نه همه آنها. اوائل شاید یک کمی زیادی ساده بودیم. فکر میکردیم مریض هایی که میان یا پیر باشن یا مشکلات دیگه ای داشته باشن. ولی از الان از 40 سال تا بالای 70 سال داریم. خیلی هاشون فشار خون بالا یا دیابت یا بیماری تنفسی دارن. ولی مواردی هم داریم که جوان و سرحال بودند. بیماران اینجا دچار زاتوریه شدید یا التهاب ریه‌ها هستند. برای رفتن زیر دستگاه تنفس مصنوعی باید به شدت بی‌حس شده باشند. گاه باید تا 2 هفته در این وضعیت بمانند. داروهای بسیاری تحت آزمایشند، ولی تا این لحظه هیچ درمانی برای ویروس کرونا به اثبات نرسیده. یعنی فعلا فقط اکسیژن، کمک به اندام تنفسی و پرستاری فوق‌العاده. همین. یک چیزی که کمک می‌کند به شکم خواباندن بیمار است. این اکسیژن ورودی به ریه‌ها را افزایش می‌دهد. چیزی که به نظر ساده می‌آید، اما نیاز به زمان دارد و چندین جفت دست. در مورد بیماران تحت ونتیلاتور باید خیلی مراقب بود. و پرسنل هم تمام وقت پوشش محافظه کامل دارند. این تنها مانع بین آنها و ویروس کرونا است. هر پزشک یا پرستاری که وارد بخش می شود باید این کیت را بپوشد. نمیتونید با این پوشش بیشتر از 2 ساعت کار کنید. سردرد میگیرید، دهنتون خشک میشه. باید ازش بیاید بیرون. نامشان را روی پیشبندها می نویسند تا همدیگر را زود بشناسند. الان یک مورد اورژانسی در بخش پیش اومده. رئیس بخش از طریق واکی تاکی داره سعی می کنه نظر دومی بده. ولی باید بره داخل بخش، برای همین باید کیت کامل رو بپوشه. با واکی تاکی حرف میزنند چون نقاب‌ها اجازه استفاده از تلفن را نمیدهند. همه این شرایط آنها را فرسوده می کند، هم جسمی و هم روحی. واقعا سخته. ما پزشکا و پرستارا و فیزیوتراپای زیادی داریم. این کار از همه اونا بر نمیاد. بعضیا فقط مدت کوتاهی اینجا کار میکنن یا اصلا وارد نمیشن. بعضیا دچار حمله عصبی شدن. برای همین باید مراقب همکارامون باشیم. بعضیا از پسش بر نمیان. با وجود خطرها پرسنل به کارشان ادامه میدهند. اینجا شیفت‌های 12 ساعته، 60 ساعت کار در هفته متداول هستند. آنها نگران بیماران، همدیگر و عزیزانشان هستند. برای خانواده های ما خیلی سخته. بچه های من خونه هستند و زنم بهشون درس میده. یه جورایی برای من آسون تره چون همه روز اینجا مشغول کارم هستم. اونا نمیدونن اینجا چی میگذره، اینکه شاید ویروس رو ببریم خونه. فوق‌العاده هستن که میگذارن من کارم رو بکنم و من خیلی قدردانشونم. آنچه اینجا چشمگیر است احساس آرامش حاکم است. در رویارویی با بحران، پزشکها و پرستارها به کارشان ادامه می‌دهند. این افراد با بزرگترین چالش در تاریخ نظام درمانی بریتانیا دست و پنجه نرم می‌کنند. جون خیلی ها را نجات می‌دهند، اما متاسفانه همه زنده نمی‌مانند و هر روز بیمارهای بیشتری از راه می‌رسند. مهلت شرکت در سرشماری سراسری آمریکا با توجه به بحران کرونا تمدید شده. این سرشماری در مرحله اول با پست و آنلاین انجام می شود و سپس با مراجعه سرشماران به همه خانه هایی که پاسخ ندادند تکمیل خواهد شد. امسال تعدادی از فعالان جامعه ایرانی آمریکا هم کمپینی را انداختند تا اقلیت ایرانی را تشویق به شرکت در این سرشماری و قید تبار ایرانیشان بکنند. آنها میگویند مشخص شدن تعداد دقیق ایرانی تباران در آمریکا مزایای زیادی برای این اقلیت دارد. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. 9 ماه پیش بود که سرشماری هر 10 سال در آمریکا به یک دعوای سیاسی تبدیل شد و به طرح شکایت در دیوان عالی و تظاهرات در برابر این دیوان انجامید. مخالفان آقای ترامپ گفتند دولت او قصد دارد با افزودن سؤالی در مورد شهروند بودن یا نبودن
در پرسشنامه سرشماری مهاجران را از شرکت در این همه پرسی بترسانند تا از شمار آنها در آمار رسمی ترکیب جمعیتی کشور کاسته شود. قضات دیوان عالی در نهایت به نفع مخالفان ترامپ رای دادند و هر گونه پرسشی در مورد شهروندی را حذف کردند. حالا در سکوت روزهای کرونا، مرحله اول سرشماری که با پست یا آنلاین انجام می شود رسما آغاز شده و همزمان کمپین تعدادی از ایرانیان آمریکا برای شمرده شدن به عنوان ایرانی تبار هم کلید خورده. سرشماری سال 2020 آمریکا در راهه. از جمله چند نفر از هنرمندان جامعه ایرانی آمریکا که ایرانیان را تشویق می‌کنند در پاسخ به سوال 9 پرسشنامه بنویسند ایرانی یا ایرانی آمریکایی. سوال شماره 9، یکی از گزینه‌ها را انتخاب کن. بنویس ایرانیان. بیتا مصطفی، رئیس اداره مهاجرت شهرداری نیویورک، میگوید مشخص شدن اینکه چند ایرانی تبار در آمریکا زندگی می‌کنند فواید متعددی برای این اقلیت در آمریکا دارد. اگر اشکالی نداره، فارسیم خیلی خوب نیست، به انگلیسی میگم. هر 10 سال یک بار بر اساس قانون اساسی سرشماری سراسری در آمریکا انجام میشه تا همه شمرده بشن. این خیلی مهمه چون اختصاص بودجه به هر ایالت یا شهر برای آموزش تا میزان سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و خدمات درمانی بر اساس جمعیت هر منطقه انجام میشه. اینکه هر ایالت چند نماینده در مجلس داشته باشه هم به آمار سرشماری بستگی داره. وقتی آمار رسمی نشون میده که تعداد ایرانیان چقدره، سبب میشه این نمایندگان به نیازهای اقلیت بیشتر توجه کنن. حتی بر رفتار ادارات دولتی تاثیر میذاره. از ترجمه مکاتبات اطلاعیه‌هاشون به فارسی تا گرامیداشت عید نوروز در مدارس، همه بر اساس آمار سرشماری انجام میشه. برای همین از بودجه تا نفوذ اجتماعی و سیاسی میتونه به نوشتن در سرشماری که ایرانی هستند تاثیر بگذاره. همزمان بعضی‌ها در اقلیت ایرانی مقاومت میکنن و میگن که ترجیح میدن اون انتخاب بکنن که سفید پوست هستن و ننویسن که ایرانیان، به خاطر اینکه نگرانن که دولت ترامپ سختگیری بکنه یا آزار اذیتی رو در پی داشته باشه. چقدر این نگرانی ها بجاست؟ You know, we are in a moment in time where there's a lot of mistrust and misinformation that's coming out of the federal administration here in our country. بله، ما در شرایطی هستیم که مهاجران به دولت فدرال اعتماد ندارند و دولت ترامپ هم اطلاعات غلط زیادی منتشر میکنه. تلاششون برای افزودن پرسشی در مورد شهروندی افراد در سرشماری نمونه خوبی بود که قضات دیوان عالی به شکایت ما و دیگران جلوش رو گرفتن. با این همه اصلا نباید نگران بود چون قوانین اجازه هیچ سوء استفاده‌ای رو نمیده و ریز اطلاعات سرشماری در اختیار اداره مهاجرت یا پلیس یا هیچ دستگاهی قرار نمیگیره و فقط اعداد و نه اطلاعات شخصی افراد در اختیار عموم قرار میگیره. چه شهروند آمریکا باشید، چه گرین کارت داشته باشید، چه ویزای کار یا دانشجویی داشته باشید، شرکت در سرشماری و نوشتن ایرانی بودن هیچ تاثیر منفی بر شما یا پرونده مهاجرت شما نداره. فعالان این کمپین یک وبسایت هم برای تشویق و اطمینان دادن به ایرانیان آمریکا با هدف ثبت تبار ایرانیشان در فرم سرشماری راه انداختند. بیژن خلیلی، مدیر شرکت کتاب در لس آنجلس، یکی از آنهاست. وقتی ما اعلام میکنیم ایرانی هستیم و یک مجموعه ایرانی ها رو با توجه به تعدادشون متوجه میشن امریکایی ها یا سازمان های امریکایی که این تعداد ایرانی به طور رسمی در امریکا وجود دارن و دیگه اون آمارهای غیر رسمی مورد استفاده قرار نمیگیره و همه اتکا میکنن به این آمارهای رسمی، اون وقتی که بسیار شرایط خاصی برای جامعه ایرانی هم قائل میشن، مثلا بهبود وضعیت شغلی، ورود به دانشگاه هاست، موقعیت در گرفتن وام برای دانشجویان. خدمت شما عرض کنم که دریافت امتیاز برای کمک‌های مالی، خیلی مهمتر نفوذ سیاسی. اگر ما نشون بدیم که جامعه ایرانی تعدادشون چیه، مجموع امتیازهایی که امیدوارند تعداد بیشتری از ایرانیان آمریکا را قانع به مشارکت در سرشماری و وارد کردن تبارشان کند. بهمن کلبسی، BBC نیویورک.
گروه موسیقی هزار حدود 5 سال پیش و با دوستی و علاقه مشترک به موسیقی تنبور شکل گرفت. این گروه با وقوع زلزله کرمانشاه و سر پل زهاب برنامه‌های خیریه‌ای را در شهرهای لندن و کمبریج برگزار کرد. با شیوع کرونا و برقراری شرایط قرنطینه، تمرین‌های گروه هم تحت تاثیر قرار گرفته و تصمیم گرفتند که هر کس قطعه‌ای رو تنها تمرین و ضبط کنه. اولین محصولشون این ویدیویی که با هم می‌بینیم. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. مراقب خودتون و همدیگه باشین. فعلا شب خوش.